سلام و عرض ادب حضور شما دانش آموزان عزیز، همکاران ارزشمند و اولیای محترم. همطور که سرکار خانم کردی فرمودن، قرار شد امروز تمرین شماره 3، 4، 5 و 6 از تمرینات باقی مانده قسمت قضیه کوسینوس‌ها رو با هم دیگه حل کنیم و به اضافه اون سوالات چهارگزینه که جلسه گذشته باقی موند. قبل از اون این تمرینی که جلسه گذشته باقی مونده بود با همدیگه مرور کنیم، بعد انشالله بپردازیم به حل تمرینات. میگه در زوزنقه زیر با استفاده از قضیه کوسینوس ها سینوس آلفا و کوسینوس آلفا رو محاسبه کنیم. قضیه کوسینوس ها چی بود سرکار خانم کردی؟ گفتیم وقتی که یه زاویه داشته باشیم و دو تا ضلع داشته باشیم از کوسینوس، پس بعد یه مثلث ساخته بشه دیگه، درسته؟ از بی به دی وصل. بله این قطر رو وصل می‌کنیم. نه دیگه، بعد زاویه رو داریم از بی به دی وصل نکنیم. از خب فرق نمی‌کنه. از بی به دی وصل کنیم، از این به این وصل. می‌خوام فقط نشون بدم زاویه ها رو، هیچ فرقی نمی‌کنه. مهم اینه که وقتی که این زوزنقه ما، ببینید میگه در زوزنقه با استفاده قضیه کوسینوس، فقط اینو حساب کنید. الان ما این 5 رو داریم، 6 رو داریم، 9 رو داریم، 5 رو داریم. این دو تا 5 نشون دهنده چیه؟ متساوی ساقم بودن. پس این دو تا زاویه کنار دستی هم به من کمک میکنه و ضمناً این زاویه و این زاویه هم به من کمک میکنه. پس بنابراین جمع این دو تا همون شرایط بر ما پدید خواهد آورد. بنابراین میریم سراغ این قطری که فرمودید رسم کنیم و شروع کنیم اون قضیه کوسینوس ها رو در دو تا مثلث. خب ابتدا بریم سراغ مثلث ABD. ABD خب چطور بگیم؟ ما به دنبال پیدا کردن چی هستیم؟ BD هستیم، درسته؟ بگیم BD به توان 2 برابر است با AD به توان 2، AB به توان 2، منهای 2 برابر این دو تا AD در AB در کوسینوس زاویه بینشون یا همون کوسینوس آلفا. و اگر بخوام برم سراغ این مثلث هم که قطعاً چون این دوتا با هم دیگه جمعشون 180 درجه خواهد شد، درست شد؟ پس میتونیم از 180 منهای آلفا کمک بگیریم، یعنی که این نقطه اتصال شرایط پیدا کردن جواب مثلث است. خب بریم تو مثلث آبده، بده به توان 2، 5 به توان 2، 6 به توان 2، منهای 2 برابر 5 در 6 در کوسینوس آلفا. حالا در مثلث BCD دقت کنید، BCD. خب چطور بگیم؟ بگیم 5 به توان 2، 9 به توان 2، منهای 2 برابر 5 ضرب در 9 در کوسینوس بتا. 180 منهای آلفا. احسن. یا همون 180 منهای آلفا که اینجا به ما کمک خواهد کرد. حالا دو زاویه که با هم دیگه چی بودن؟ مکمل بودن، سینوساشون یکسان بود. اما وقتی که مکمل باشن اون وقت این کوسینوسه میشه منفی کوسینوس دیگری. خب این همون شرطی که خدمتتون عرض کردم. بده به توان 2، 5 به توان 2، 9 به توان 2، 2 برابر 5، 9 کوسینوس بتا. به جای بتا قرار بدیم اون بحث 106 منهای 90 تا کوسینوس بتا. خب حالا کوسینوس بتا رو چی گرفتیم؟ منهای کوسینوس آلفا، درست شد؟ این دوتا رو الان میتونه به ما کمک کنه. دقیقا این بده به تمام دو، اینم بده به تمام دو. وقتی سمت چپشون با هم برابره، سمت راستشون هم با هم برابر خواهد شد. این کار رو انجام میدیم. 61 منه 60 کوسینوس آلفا، 106 علاوه 90 کوسینوس آلفا. پس بنابراین از اینجا کوسینوس آلفا به راحتی قابل محاسبه خواهد بود. کوسینوس آلفا چند در میاد؟ -3. حالا میخوام بریم سراغ سینوس آلفا یا همون روابط خاص مثلثاتی، یعنی مربع سینوس به اضافه مربع کوسینوس میشه مساوی 1 خواهد شد. پس بنابراین اگر قرار باشه از رو کوسینوس من سینوس پیدا کنم، قطعا اون رابطه که تو حسابانم بارها باش مواجه شدید، رادیکال 1 منهای کوسینوس به توان 2، البته مثبت و منفی، که با توجه به اون شرایطی که براش ایجاد شده و ناحیه‌ای که مورد نظره، مثبت با هم در نظر میگیریم، سینوس آلفا خواهد شد 1 منهای کوسینوس 2 آلفا. پس -3 رو جایگذاری میکنیم و جواب رادیکال 91 برای محاسبه خواهد شد. پس این همون حالتیه که ما الان دو تا ضلع داریم. بنابراین اینجا نکته این هستش که از قضیه چی کمک بگیریم؟ قضیه کوسینوس ها. خب تمرین شماره 3 کتاب درسی ملاحظه بفرمایید. یک کشتی از یک نقطه با سرعت 60 کیلومتر در ساعت در یک جهت در حرکت است. با سرعت 60 کیلومتر در ساعت در حرکت، توی جهتی داره حرکت میکنه. بعد میگه یک ساعت بعد، یعنی بعد از اینکه یک ساعت طی مسیر کرد، با 30 درجه انحراف به راست، دقت کنید، حرکت با 30 درجه انحراف به راست، با سرعت 40 کیلومتر در ساعت به حرکت خود ادامه میدهد و یک ساعت و نیم پس از آغاز حرکتش. منظورش چیه؟ یک ساعت که تا اینجا حرکت کرده، نیم ساعت بعدم حرکت خواهد کرد. یعنی طی مسیر اول یک ساعت، طی مسیر دوم نیم ساعته. چون میگه بعد از یک ساعت و نیم به کجا خواهد رسید؟ به بندرگاه خواهد رسید تا پهلو خواهد گرفت.
فاصله بندرگاه از مبدا حرکت کشتی چقدر است؟ یعنی این تیکر می‌خوایم. پس بیاین شبیه سازی کنیم، یک مثلث ایجاد کنیم و با اون زاویه مورد نظر خاص خودمون. ملاحظه بفرمایید. خب مسیر اول چی بود؟ یک ساعت حرکت میکرد، دقت کنید با خط قرمز، و پس از یک ساعت 30 درجه انحراف به راست و این مسیر تیمه. بنابراین فاصله آ تاثیر از با میخواد. خب چه قضیه الان به ما داره کمک میکنه اینجا؟ زاویه بینشونه. خب که مهم اینه که ما این قسمت ها رو داشته باشیم، فقط سرعت رو داریم. یه رابطه داشتیم اگر دقت کرده باشید، دی مساوی وی ضرب در تی، یعنی مسافت پیموده شده سرعت در زمان. تو فیزیک داشتیم. بله بله، اینم یکی از کاربردها. پس بنابراین علمیم قسمت اولو پیدا میکنیم. قسمت اولو ببینید، آبه، ملاحظه بفرمایید اون قرمز رنگه، میشه 60. ضرب در زمان اون چقدر بود؟ یک ساعت. پس میشه 60 ضرب در 1. اگه خوب دقت کرده باشید تو صورت سوال گفته یک ساعت و نیم بعد. پس بنابراین از این نقطه‌ای که جهتش عوض میشه نیم ساعت حرکت کرده. پس میتونیم بعثر هم از این طریق پیدا کنیم. خب بعثر ما میشه چاهل ضرب در زمان. ببینم بعد بنویسم اینجا بعثر یاد شده آسه. خب حالا بریم سراغ نکته قضیه کسینوس ها، درست شد؟ بله، به سبب توان دو، بله، آسه به توان دو، آبه به توان دو، دو آسه، دو آبه، کسینوس 150 و کسینوس 150 هم که از اون حالت چیش کمک میگیریم، مکملش کمک میگیریم و به جواب مورد نظرمون خواهیم رسید. یعنی فقط... الان کسینوس 150 با کسینوس 30 برابر فقط منفی میشه؟ دقیقا. ممنون. چون میشه 30 درجه در ناحیه دوم. تو ناحیه دوم کسینوس چی هستش؟ منفی هستش. یه علامت منفی هم که پرانش پشتش قرار میده و به اون جواب مورد نظر خواهیم رسید. 77.96. در مثلث ABC الان میخوایم بریم یکی از ویژگی های استفاده از قضیه کسینوس ها که معروف هست به قضیه میانه ها و خیلی هم کاربرد داره که انشالله جلسه آینده خواهم پرداخت به سوالات چهار گزینه مورد نظر با این رابطه. میگه اگر در یک مثلث میانه آم را رسم کنیم، خب اینو بگیریم زاویه آلفا، اینم خواهد شد مکملش 180 منهای آلفا. خب اینو قطعا میدونیم که چون میانه هستش بی ام با ام سی چی خواهد بود؟ برابر خواهد. میگه با نوشتن قضیه کسینوس ها راهنمایی کرده دیگه، یعنی اگه خواسته باشیم قضیه میانه ها رو اثبات کنیم بعد بریم میانه رو رسم کنیم، قضیه کسینوس ها رو دو بار در این دو تا مثلث ایجاد شده پیاده کنیم، یک بار در مثلث A به M، یک بار هم در مثلث A M C. بعد B2 و C2 رو محاسبه کنید و با جمع کردن دو تساوی حاصل درستی تساوی زیر رو ثابت کنید. یعنی میخوام بگیم B به توان 2 به اضافه C به توان 2 برابر است با 2 برابر مربع میانه به اضافه مربع ضلع سوم تقسیم بر 2. این فوق العاده کاربردی هستش وقتی که این قطعات رو ما داریم و یکی از استفاده های قضیه کسینوس خواهد بود. خیلی خوب، با توجه به اون راهنمایی که به ما کرده مثلث رسم می‌کنی با هم دیگه، این حالت اتفاق می‌افته. این قسمت گرفتیم آلفا، این چون میانه بود این قسمت میشه آ دوم، این قسمت هم میشه آ دوم. یعنی ضلع سوممون رو به عنوان چی معرفی کردیم؟ به عنوان آ معرفی کردیم. خودش گفته بود یک بار B2 رو محاسبه کنید، یک بار C2 رو محاسبه کنید. خب B2 رو در کدوم مثلث محاسبه می‌کنید؟ در مثلث A M C و C2 رو در مثلث A B M. خیلی خوب، بریم سراغ محاسبم. در مثلث AMC یعنی مثلث سمت راست چی بگیم؟ B به توان 2 برابر است با A دوم به توان 2. بله، درسته؟ به جای MC گذاشته A دوم به علاوه AM به توان 2 یا همون مربع میانه منهای 2 برابر A دوم در AM در کسینوس 180 منهای آلفا. همین چیزی که ملاحظه می‌فرمایید. از طرفی کسینوس 180 منهای آلفا چون در ناحیه دوم واقع شده پس بنابراین میشه منفی کسینوس آلفا. حالا بریم در مثلث AMB این کار رو برای C2 انجام بدیم. خب چی بگیم؟ C به توان 2 برابر است با A دوم به توان 2 AM به توان 2 منهای 2 برابر A دوم در AM در کسینوس آلفا. همین چیزی که پای تابلو هم ملاحظه می‌فرمایید. خب ما به دنبال چی بودیم؟ به دنبال پیدا کردن B2 به علاوه C2 بودیم، درسته؟ خب پس من با این دوتا رو بیایم با همدیگه حالت اتفاق رو ببینیم، طرفین رو با همدیگه جمع کنیم، یعنی طرفین رابطه 1 و رابطه 2 رو با هم جمع کنیم، ببینیم چه اتفاق میفته. B2 به علاوه C2، حالا ببینید AM به توان 2 AM به توان، پس میشه 2 AM به توان 2، درست شد؟ اینجا رو خوب ببینید، A دوم به توان 2 A دوم به توان 2،
منهای دو تا آم آ دوم کوسینوس آلفا، یه منهای اینجاست منفی در منفی میشه مثبت، پس این جمله با این جمله قرینه هم خواهم بود، از بین خواهد رفت، برابری همین تیکه خواهد، یعنی میشه دو تا آم به توان دو به اضافه آ دو دوم، و اینم اثبات قضیه میانه. پس اگر از شما خواسته شد اثبات قضیه میانه ها، مثلثی رو در نظر میگیرید و دو بار قضیه کوسینوس ها رو برای دو تا مثلث ایجاد شده انجام میدید، و فقط هم نقطه مهم این هستش دو زاویه چی؟ دو زاویه مکمل که کوسینوس هاشون قرینه هم خواهد شد، برخلاف سینوس ها که سینوس هاشون با هم برابر میشد. تو ذهن خودتون در نظر بگیرید مثل 150 درجه و 30 درجه، یعنی مکمل هم هستن اما کوسینوس هاشون قرینه هم خواهد شد ولی سینوس هاشون یکسان خواهد شد. پس از این نکته کمک گرفت و به این جواب رسید. یه حالت خاصی هم گفتود پیاده کنید برای قضیه میانه ها، که 4 و 6 بله. و 8 بذارید. خب اینجا گفتود دیگه حالت خاص اون چی بود؟ آ بشه 4، آ س بشه 6 و ب س بشه 8. جایگذاری کنید. چی بگیم؟ آ به توان 2، آ س به توان 2 برابر است با 2 تا آ ام به توان 2 به اضافه آ دوم، یعنی آ 2 به توان تقسیم بر 2. خب جایگذاری کنیم. 6 به توان 2، 4 به توان 2، 2 تا آم به توان 2، اونم که میشه 8 به توان 2 دوم. در نهایت 8 به توان 2 میرسه دیگه، بله، مال بله. کل کسر نه نه آ به توان 2 دوم. آها که میشه 2 تا آم به توان 2 به علاوه 32. پس در نهایت 2 تا آم به توان 2 میشه 20، آم به توان 2 میشه 10 و آم ما خواهد شد رادیکال 10. اینم کاربردی از قضیه کوسینوس ها به عنوان قضیه میانه ها. تمرین بعدی رو ببینیم. در مثلث ABC نقطه دلخواه D، این بار دلخواست، اون قبلی چی بود؟ میانه بود. روی ضلع BC مفروض است. به کمک قضیه کوسینوس ها در دو مثلث ADB و ADC درستی تساوی زیرا این تساوی معروف به قضیه استوارت. یعنی که خوب ببینید، الان میخواد بگه آب به توان 2 ضرب در این قطعه دوم به اضافه آس به توان 2 ضرب در این قطعه اول برابر است با مربع این پارخط رد شده در این ضلع در قطعات پدید آمده. خوب ببینید، آب به توان 2 در DC به اضافه آس به توان 2 در BD درست شد؟ ملاحظه میفرمایید مساویه آده به توان 2 ضرب در BC درست شد به اضافه این قطعه ضرب در این قطعه ضرب در کل. این معروف به قضیه استوارت. خب قبلیه یه سر راحت تر نبود قبلیه؟ حالا من میخوام این قضیه فعلا اثباتش نکنه، این قضیه تو ذهنمون باشه درست شد، قضیه استوارت تو ذهنمون باشه، بعد بریم قضیه میانه رو ازش نتیجه گیری کنیم. خب الان مثلث آ ب س رو در نظر میگیریم، اینو میگیریم آلفا، اینا میگیریم 180 منهای آلفا. بریم سراغ پیاده کردن اون مواردی که تو مربوط به قضیه چه بود؟ قضیه کوسینوس بود. خب قضیه کوسینوس در مثلث آ د ب بررسی کنیم. هیچ اتفاقی نمیافته، فقط دستاوردی شما میره بالا. یعنی شما قضیه کوسینوس رو برای مینویسید، حالا با هم دیگه جمع میکنید، به یک رابطه خاص میرسید. اون رابطه خاصه برام مهمه. اگر حالت خاص باشه یعنی میانه باشه، اینو تبدیل میکنه به قضیه چی؟ میانه ها دیگه، درست شد؟ خب استفاده کنم دیگه، آب به توان 2 همون شرطی که تو روابط قبلی هم نوشتیم. حالا بریم سراغ مثلث آدسه. خب بازم دقت کنید، آس به توان 2 برابر است با آد به توان 2، دس به توان 2، دو آد دس کوسینوس 180 منهای آلفا. خب تو الان که کار خاصی انجام نپذیرفته، اینو میگیره منهای کوسینوس آلفا. چرا؟ چون این دوتا با هم مکملن دیگه، آلفا و 180 منهای آلفا با هم مکملن، کوسینوساشون قرینه هم میشه. حالا ببینیم سمت راستمون که اون شرط برای مهیا بود در نظر بگیریم. الان میگیم که آب به توان 2 در دس به اضافه آس به توان 2 در دب، درسته یا نه؟ سمت راست، سمت راست ببینید چرا این اتفاق افتاد. آده به توان 2 بده به توان 2 آده به توان 2 دسه به توان 2 درست شد؟ این دوتا هم که گفت عبارت های قرینه، دو آده بده دو آده دسه. اونجا چون میانه بود میخواستم این دامو براتون نشون بدم، چون ممکنه خیلی از شما دانشان عزیزم تو این دام گرفتار بشید. مسئله قبلی میانه بود که خیلی راحت اومدیم دوتا رو با هم دیگه
ساده کردیم. الان میانه نیست، یه نقطه خاصه، یه نقطه غیر مشخصه. خب آبه به توان دو دسه، آسه به توان دو دده. یعنی میخوام اینو در نظر بگیرم، سمت چپ که در نظر میگرفتیم میگفتیم آبه به توان دو در دسه به اضافه آسه به توان دو در بده. میخوام ببینم آیا مساوی اون عبارت خواهد شد یا نه. به این میخوام برسم، به این طرف راست خواهم رسید. خیلی خوب، یک و دو رو الان بیا جایگذاری کنید. به جای آبه به توان دو چی بذارم؟ این عبارتی که ملاحظه میفرمایید. به جای آسه به توان دو چی بذارم؟ این عبارتی که ملاحظه میفرمایید. تفاوتش با قبلی همینه، یعنی شما سمت راست رو می‌نویسید و به اون جواب مورد نظر میرسید. خب الان تو اینا که نگاه کنید، آده به توان دو آده به توان دو درسته، بده به توان دو بده، دسه به توان دو دسه. این دوتا هم که چی هستن؟ قرینه هم هستن. بنابراین میتونیم از یه دسه فاکتور بگیریم، درسته؟ این عبارت حاصل خواهد شد. حالا به اضافه اینجا هم دقت کن، از چی فاکتور گرفتم؟ از بده فاکتور گرفتم. این عبارت رو داریم، اون عبارت هم آده به توان دو بده به توان دو، دو آده بده کوسینوس آلفا. اینجا چی؟ آده به توان دو دسه به توان دو، دو آده دسه کوسینوس آلفا. و اون ضربی که میخواید انجام بدید، آده به توان دو در دسه، بده به توان دو در دسه، دو برابر آده در به، و ساده شدنی که شما انجام میدید. فقط تنها کارتون همینه دانش آموزان عزیز، شما یک و دو رو بنویسید، درست شد، و از اون عبارت مورد نظر فاکتور بگید و ضرب کنید. کار خاصی انجام نمیپذیره، نگران هیچی نباشید، چون به راحتی ساده میشه. فقط مراقب این نکته باشید که این نقطه ورود میانه نیست که بده رو با دسه برابر بگی. قضیه استوار دم میخواید تو ذهنتو خوب بمونه. ببینید، آبه به توان دو در دسه، آسه به توان دو در بده. این نکته برابر است با آده، درست شد، بده دسه بسه. میخوام به این برسیم. بسه چیز بلند بالایی. بله بله، که الان ملاحظه میفهمید. آده به توان دو، پس الان ببینید، آده به توان دو در بسه، آده به توان دو در بسه، سمت راست دیگه، بله، به اضافه بده دسه بسه. خیلی خوب بود. یه بار دیگه تکرار کنیم رو شکل که فکر کنم میگیم. خیلی آبه به توان دو در دسه به اضافه آسه به توان دو در بده برابر است با آده به توان دو در بسه به اضافه بده دسه بیسی. این سمت راست اون تساوی بود که میخواستیم بهش برسیم و رسیدیم، و اثباتش هم خیلی ساده بود، دقیقاً استفاده از قضیه کوسینوس ها و جمع کردن و فاکتور گرفتن و اون جواب مورد نظر رسیدن. اینم مقاله هستش که به نام استوارت اسکالدنی ثبت شده و تو یک مقاله که سال 1747 بود که توی مقاله اثبات کرد. خیلی خوب، الان با استفاده از این بریم قضیه میانه ها رو ثابت کنیم. خانم کد یه بار تکرار کنید در مورد میانه ها. نه، در مورد قضیه استوارت. آها، استوارت رو. بله. آها، چه کار سختی. آبه به توان دو. دو در ام سی. احسن. آسه به توان دو در ام بی مساویه با آم به توان دو در بی سی. به اضافه ست بی ام بی ام ام سی بی سی که همون نکته که بی سی شو فاکتور گرفتیم ضرب کردیم، اتفاق خاصی رخ نداد، یه نتیجه ای از همون حالته. حالا میخوام قضیه میانه رو با استفاده از این قضیه استوارت اثبات کنم. فعلا اثبات قضیه بود، تا انشالله جلسه آینده تمرینات مورد نظرینه با هم دیگه به حلش بپردازیم. الان میگه به کمک قضیه استوارت درستی قضیه میانه رو نتیجه میگیریم. چون آم میانه ها هست، الان دقیقا گفتمان شما خواهد شد، اون وقت دیگه بی ام با ام سی چی خواهد شد؟ برابر خواهد شد. خب بی ام با ام سی برابره. این هم قضیه استوارت، یه بار ببینیم با هم دیگه مرور کنیم. آب به توان دو در ام سی، آسه به توان دو در ام بی، آم به توان دو در بی سی به اضافه بی ام و ام سی و بی سی. الان بی ام و ام سی با هم برابرن، درسته؟ حالا قضیه میانه رو میتونید لطفا به هم بگید؟ من اینو بنویسم یه لحظه. آره، این شما بنویسید، بعد قضیه میانه رو با هم دیگه یک بار مرور کنیم، چون این مهمه که من توی جلسه آوردم برای دانش آموزان عزیز. توی میانه ها ما میگیم
بی به توان دو به اضافه سی به توان دو مساوی میشه با دو تا آم به توان دو به علاوه آ به توان دو دوم. میخوام به این برسیم با استفاده از قضیه استوارد که کاملا مشخصه دیگه. الان آره دیگه، چون الان مثلا ام سی و ام بی اینا برابرن. تمام یعنی دیگه شما کلید واژه‌شو گفتید. خواهش ام بی و ام سی برابرن، آ دوم و حالا ببینید سی دو در آ دوم، بی دو در آ دوم، آ ام به توان دو در آ، آ دوم، آ دوم، آ و قضیه میانه ها رو حالا ببینید. آ دوم فاکتوری گرفتیم با آ دوم، این آ دوم با آ دوم ساده شد. حالا به ب دو یا سه دو به علاوه ب دو شد دو تا آ ام به توان دو به علاوه آ به توان دو دوم، همون قضیه معروف میانه ها و استفاده خاصی که ازش خواهیم برد. ب دو سه دو دو آ ام به توان دو آ دو دوم. تمام این قضیه میانه ها و قضیه استوارد به چه روشی استوارد کردیم سرکار خانم کردیم؟ تمام ده. یعنی شما هیچ مشکل خاصی وجود نداره، فقط اون نحوه نوشتنه که مهمه و استفاده که ازش خواهیم برد. چون گاهی اوقات هست ما به جای اینکه بیایم دو بار قضیه کوسینوس رو بنویسیم و این راه حل رو برای خودمون بدیم، این راه رو کوتاه کرده برای ما. زمانی که نشون دهنده میانه خواهد شد، بهتره به جای قضیه کوسینوس این رابطه رو پیاده کنیم و کلی هم به ما کمک خواهد کرد. حالا میتونیم بپردازیم به تمرین شماره 6. مسئله 2 رو گفته بار دیگه، من مسئله 2 رو براتون میارم. میگه مسئله 2 رو بار دیگر این بار به کمک قضیه استوارد حل کنید. مسئله 2 رو بیارم براتون ببینید. این مسئله 2 بود، میگفت در مثلث متساوی الاضلاع ABC به ضلع 8 واحد نقطه D که به فاصله 7 واحد از رأس آ قرار دارد. درست شد؟ آدی چقدره؟ 7 واحد. و ضمناً گفته که از بی و سی چه فاصله ای دارد. یعنی من چی رو میخوام؟ دی بی و دی سی رو میخوام. اما یه نکته گفته سی دی از بی دی بزرگتر، یعنی این تیکه از این تیکه بزرگتر. اگه یادتون باشه تو اونجا این تیکه رو ایکس گرفتیم، این تیکه رو چی گرفتیم؟ مثلثمون چه مثلثیه؟ متساوی الاضلاع. اون تیکه رو گرفتیم 8 منهای ایکس. درست شد؟ و رفتیم سراغ اون اثبات خاص خودمون و این حالتی که اتفاق افتاد، ببین زاویه آلفا رو اینجا داشتیم و جواب مردن. اما می‌خوام با استفاده از قضیه استوارد اینو ثابت کنیم. باشه، بریم شرط براش پیاده کنیم. این مثلث یک بار دیگه رسم می‌کنیم با هم دیگه و اون ضلع‌هایی که ملزم می‌فرمایید. وقتی که این ایکس باشه، اینم که ثابت کنیم 5. حالا ببینیم. خب، ما اجازه داریم سر این مسئله توقف داشته باشیم. پنج شنبه قشنگ بیایم از اول پروپیمون فرمولا رو حفظ کنیم. فقط اینو به عنوان یادآوری داشته باشن تو ذهنشون. قضیه استوارد در مثلث آ ب س توان دوم توان دو. درست شد و اون روابط مورد نظر. درود بر شما. ما امروز با ادامه درس مخاطرات طبیعی درس 5 در خدمت شما هستیم. بچه‌های گلم بحث زلزله جلسه گذشته کامل تمام شد. انشالله که این بحث خیلی خوب یاد بگیرید و دقت داشته باشین که همیشه زلزله در کمین ما هست و بی برو برگرد اتفاق میفته و آمادگی کافی رو همیشه داشته باشین. امروز بچه ها در خدمتون هستم با بحث بعدیمون که سیل هست در جهان و ایران. خب بچه ها دو تا تصویر به بچه های استان بوشهر تقدیم می کنم. یکی روستای خوش آب و هوای خاییز رو داریم در جنوب شرق شهر اهرم مرکز شهرستان تنگستان بین دو تا کوه بیرمی و کوه سرخ قرار گرفته، حدود 42627 هکتار وسعت داره و یکی از روستاهای خوش آب و هوا و زیبای که در قدیم بچه تأمین کننده مرکبات و خرمای بوشهر فارس و استان خوزستان بوده. و بعدی بچه بندر سیراف که به نام بندر طاهری هم شناخته میشه، شهری باستانی هستش در بخش مرکزی شهرستان کنگان و بزرگترین بندر تاریخی ایرانه و این بندری که از قدیمی ترین بنادر چه در دوره های ساسانی و در دوره های اسلامی از بنادر پر رونق کشور بوده، روابط تجاری زیادی رو با دولت‌های روم، یونان در اروپا، ماداگاسکار در بچه آفریقا و حتی کانتون چین داشته. خب اما بحث سیل ما، بچه ها اصلا سیل چی هستش؟ بارها و بارها ما در کشور عزیزمون ایران شاهد سیل بودیم.
سیر سال 1398 رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم. 25 استان در ایران درگیر بارندگی های شدید بوده. بچه سیر یعنی سرریز شدن ناگهانی و خسارتبار جریان آب از بستر یک رود و یا یک دریاچه است و در نتیجه سرازیر میشه به خشکی های اطراف رودخانه و در این شرایط میگن سیل جاری شده. خب سیل به سکونتگاه ها و زمین های کشاورزی که اطراف رودخانه هست در واقع آسیب وارد میکنه، تخریب میکنه و اونا رو زیر گلولای در واقع مدفون میکنه. خب اینجا سیل در گجرات هند سال 2017 میلادی رو داریم که 224 نفر کشته شدن، 113 هزار نفر تو عملیات در محله های دیگه منتقل شدن و بچه خسارات زیادی به سردام و مزارع در واقع در هند وارد کرد. میدونی که هند تحت تاثیر باران های موسمی قرار داره. خب اما اینجا من چند تصویر برای شما از هند رو گذاشتم. اینجا ماموران در واقع امداد و نجات در هند هستن که در حال انتقال مردم سیل زده به قسمت های دیگه هستن و اینجا بچه نجات یکی دو نفر افراد هندی هستش که با وسایل هوایی دارن کمکشون میکنن و اینجا سیل آسیب زیادی به زمین های کشاورزی در هند زده و جالب که کشاورزی واقعا یکی از ارکان مهم اقتصاد در کشور هند به حساب میادش و بچه ها اینجا هم باران های موسمی نیا کنید باز هنده باعث جاری شدن سیل شده در خیلی از روستاها و جاده ها گلالود لغزنده هستش و صدها نفر گم شدن و از خیلی ها اطلاعات دقیقی در دست نبوده و بچه جالب این تصویر رو نگاه کنید. عده از ساکنان شهر بلگایوم هستش که بعد از وقوع سیل در هند با یه منظره خیلی وحشتناکی روبرو میشن. یه کروکودیل قول پیکر میادش بچه روی سقف یکی از خونه هایی که زیر آب رفته قرار میگیره و باعث ترس و وحشت ساکنان این شهر میشه و جالبه که حمله کرده بود یه تعدادی سگا رو هم در واقع تیک پاره کرده بود. یعنی ما در هند باید شاهد این حوادث هم باشیم بچه ها. خب و اینجا هم جاری شدن سیل دوباره در گجرات هند هستش که ارتباط در واقع خیلی از روستاها رو قطع کرده و نیروهای امداد هوایی اومدن با استفاده از بالگردها در بچه ها حدود 10,000 نفر رو نجات دادن و در مناطق راجپور و امیرلی جان خودشون رو خیلی به دلیل رانش زمین میخوام اینو بگم با وقوع سیل ما منتظر رانش زمین هم باید باشیم و باعث میشه که خونه ها فرو ریختن و اینا جان خودشون رو از دست دادن و انتقال برق خطوط بچه ها مسیرهای هم رو نه بچه ها مسدود شده و مردم با مشکلات عدیدهی روبرو شدن و اداره هواشناسیش هم دائم اعلام میکرد که همچنان بارانها ادامه داره و در روزهای آینده بچه ها ادامه داره. البته این اخبار مال سال 2017 هستش و اینجا سیل در شمال ایران هیچ وقت فراموش نمی کنیم. بچه خوزستان عزیز، لرستان، هیچ کنون بچه ما فراموش نمی کنیم و نیروهایی که واقعا بچه خالصانه کمک کردن، چه مردم، چه نیروهای ارتش، سپاه پاسداران، همه و همه واقعا دست به دست هم دادن. نگاه کنید سیل بچه تا سقف ماشین اومده جلو. خب سیل در شهر شوش فروردین 1398 بچه استان خوزستانمون هست. زندگی مردم زیر گلولای رفته. خب اینجا هم سیل در شمال بچه ها فرد توی حیات خونه خودش داره با قایق تردد میکنه و اینجا رو نگاه کنید چقدر حجم آب بالا اومده به طوری که این فرد بالای بچه ها این وانت ایستاده و داره این آقایی که در حال اینکه آب داره میبرتش نجات میده. پس سیل واقعا خطرناکه. اما تعریف آبدهی یا دبی یک رود چی هستش؟ بچه به طور کلی یادتون باشه حجم آبی که در یک زمان معین و مشخص داره از مقطع و از دهانه یک رود عبور میکنه اینو میگن دبی رود یا آبدهی رود و واحدش هم متر مکعب بر ثانیه است.
حساب میکنیم در یک ثانیه چند متر مکعب آب داره از دهانه رود ما عبور میکنه. اما بچه های گل من میدونن که آبدهی رودها در سالهای مختلف فرق میکنه. مثلا بچه در زمستان و اوایل بهار معمولا دائم بچه ها اعلام میکنه اداره هواشناسی که کنار رودخونه ها نرید، فاصله بگیرید. چرا؟ چون برفا داره آب میشه، آبدهی رودها افزایش پیدا میکنه و در واقع اینا در فصل خشک هم بچه آبدهیشون کاهش پیدا میکنه. یکی از رودخونه های پرجوش و خروشمون هست در فصل بهار بچه ها. خب ما آبدهی رود و سیل، چه زمانی رودخانه ما بچه سیل درش اتفاق میفته؟ اگر حجم آبی که بچه در رودخانه از اون میانگین سالانش در واقع بیشتر بشه، اضافهش سیله و سیل رخ میده. مثال میزنیم، اگر بچه آبدهی یک رود به طور میانگین 1000 متر مکعب در ثانیه در طول سال باشه، ولی بارندگی اتفاق افتاده که در حوزه رودخانه اینقدر شدید بوده که جریانش در آبراه بیشتر از 1000 متر مکعب در ثانیه هست، قطعا این رودخانه دچار سیل میشه. و بیشتر رودها میدونیم که در طول سال ممکنه یک بار یا چند بار دچار سیل بشن، اما همه سیلها هم که بچه خسارت بار نیستن. اگر آبدهی رودخانه ما اونقدر زیاد بشه، افزایش پیدا کنه که از ظرفیت رود فراتر بره و رود دیگه ظرفیت اونو نداشته باشه، در این زمان بچه آب از رودخانه خارج میشه و هجوم میاره به زمینهای پیرامون رودخانه و میگیم سیل اتفاق افتاده. خب اینجا بچه های یک هیدروگراف یا آبنمود رو داریم خدمت شما نشون میدیم که من اینو تو تصویر بعدی هم دارم. بچه دو همون تصویر کتابتونه، نگاه کنید بچه ها، این هیدروگراف یا آبنگار داره در واقع بچه وضعیت سیل رو در یک حوزه آبخیز به تصویر میکشونه. باران بچه در ساعت 1 صبح نگاه کنید آغاز شده، نگاه کنید یک آغاز شده و تا ساعت 11 اگر دقت کنید هنوز از میانگین آبدهی ما پایین تر هستیم. به ساعت 11 که میرسیم دیگه داره سیل کم کم شروع میشه و میره به سمت بالا. خب بچه ها میبینید که تا ساعت 18 ادامه داشته، یعنی سیل از حدود ساعت 11 آغاز شده تا ساعت 6 بعد از ظهر خاتمه پیدا کرده و اوج آبدهی رود ما در واقع ساعت 15:30 است، نقطه پیک اوج. بچه ها نگاه کنید حجم آب دیگه خیلی زیاد شده. و حالا یه سوالی کتاب مطرح کرده، سیل چند ساعت پس از شروع بارش آغاز شده؟ میگیم یک شروع شده از ساعت 11 به بعد دیگه بچه ها میرسیم به سیل آغاز شده بچه ها، و میگیم 10 ساعت بعد از بارندگی سیل آغاز شده. خب دقت کنید خیلی راحت ترسیمش بچه ها، این خط خط چین خط میانگین آبدهیه. اگر بچه ها این رودخانه ما از این میانگین بالاتر بره، مشخصه که دیگه داره سیل اتفاق میفته و این هیدروگراف رفتار حوزه آبخیز ما رو داره نشون میده. خب و بازم بچه هیدروگراف یا آب نمود بچه همون تغییرات دبی بر حسب زمان رو داره نشون میده و تغییرات آب بچه در طول زمان رو میگن هیدروگرافش. ما در درس‌های ژئومورفولوژی در دانشگاه بچه دائما ما باید رفتار حوزه رو و این هیدروگراف رو ترسیم میکنیم و این میتونه نوسانات آب‌های زیرزمینی یا نوسانات سطح دریاچه‌ها رو نشون بده و این هیدروگراف نشون میده که حد بچه خیلی اهمیت داره. چرا؟ حد اکثر سیلاب، حجم سیلاب، میزان ذخیره حوزه بعد از بارندگی رو نشون میده. در سازه‌های آبی در ایجاد سطح‌ها اهمیت زیادی داره، در مهندسی هیدرولوژی خیلی اهمیت داره و در واقع همونجور که خدمت شما گفتم ما با ترسیم هیدروگراف میتونیم رفتار حوزمون رو در مورد در موقع بارندگی نشون بدیم و نشون بدیم در چه زمانی این به نقطه اوج خودش داره میرسه و سیل رو در واقع. اما دشت سیلابی چیه؟ بچه دشت سیلابی یا بستر سیلابی در زمین‌های پست و هموار
بچه مجاور رودخانه هستش، نگاه کنید این دشت سیلابی هستش که از رسوبات ریز و درش تشکیل شده و بچه ها دشت سیلابی در اغلب ایام سال خشک هستش، ولی در زمان سیلاب های فصلی مثل فصل بهار شما بارش های سال 98 رو به خاطر بیارید. حالا ما امسال بارشی به اون شکل نداشتیم و بارش های سال 98 نشون میداد که سیلاب های فصل اونقدر زیاد بود که جریان آب بچه از بستر رودخانه خارج شده بود، تمام سطح آب رفتی رو پوشیده شده بود از سیل و در واقع یه همچین حالتی رو پیدا میکنه و در بعضی از مناطق ایران در دوره خشک و بدون بارش. جالبه که بچه از همین زمین های اطراف رودخانه و دشت سیلابی برای کشت محصولات کشاورزی استفاده می کنن، چون محصولاتی می تونن محصولات خوبی رو کشت کنن به دلیل که رسوبات خیلی خوبی رو داره. خب اما مطلب بعدی ما عوامل مؤثر در وقوع سیل رو با هم بررسی می کنیم. یکی شدت و مدت بارش، شکسته شدن سدها، ویژگی های طبیعی حوزه رود و دخالت های انسانی. تیترا رو بچه ها به خاطر بسپرید. اگر بگن عوامل مؤثر در وقوع سیل رو نام ببرید، این چهارتا هست. حالا هر کدوم به تنهایی بررسی می کنیم بچه ها. میریم سراغ اولی، شدت و مدت بارش. بین همه عناصر آب و هوایی که ما میشناسیم، بچه حجم بارش و مدت زمان بارش خیلی نقش مهمی رو در وقوع سیل داره. بیشتر سیل ها بچه کی اتفاق میفته؟ بعد از بارش شدید و سریع اتفاق میفته. مثلا ممکنه یه بارشی اتفاق بیفته، مثلا بچه به اندازه 20 میلیمتر در طی 2 ساعت این سیل رو ایجاد بکنه، اما اگر این بارش در طی 24 ساعت اتفاق بیفته هیچ سیلی رو ایجاد نمیشه، چرا که آب این رودخانه بچه ها فرصت داره که به تدریج بچه ها از حوزه ما تخلیه بشه. اینجا سیل تجریش در شمال تهران مرداد 1366 رو بچه واقعا سیلی بود که هر وقت که با افراد و اهالی قدیم تجریش صحبت میکنی از این بچه میگن بر اثر بارش های ناگهانی باران سیلاب بزرگی تو دره های دربند و گلاب دره، دو تا دره بزرگ در اینجا ایجاد شده و این سیل از مهمترین سیل های پرتلفات کشور بوده، 300 کشته داشته، به طوری که بچه آب دقیقا توی خونه مردم و توی مغازه هایی که در سطح تجریش وجود داشته رفته و خودروها خسارت بهشون وارد شده، خانه ها و مغازه های مردم خسارات زیادی بهشون وارد شد. اما مطلب بعدی بچه شکسته شدن سطح ها. ببینید شکسته شدن ناگهانی سطح ها بر اثر عوامل مختلفی صورت میگیره. ممکنه زلزله‌ای با قدرت مثلا 7 ریشتر به بالا اتفاق افتاده و یا بارش ما بیش از گنجایش سطح بوده و یا اینکه سازه سطح ما مقاوم نبوده و یا مسائل دیگه، حالا ممکنه دخالت داشته باشه و باعث بشه که حجم زیادی از آب پشت سطح ذخیره بشه و این سرریز میکنه و باعث وقوع سیل در پایین دست میشه. عزیزان ما در شرکت آب و فاضلاب در زمان وقوع سیلاب بچه ها خیلی خوب میدونن دریچه های سد را آمادگی دارن، بلافاصله وقتی حجم آب میره بالا دریچه های سد باز میشه و آب را خارج میکنن، چون در غیر این صورت خدای نکرده امکان سیل و یا شکستن سد میشه که در این صورت شهرهای اطراف میتونه با خطر جدی روبرو بشه. این تصویری در واقع لهستان هستش که بچه ها بعد از شکستن سد حجم آب خیلی زیاد شده و سد شکسته دیگه طاقت نیورده. اما بچه ها میدونید که ویژگی های طبیعی حوزه رود، ببینید هر رود مثل شاخه های درخت فرض کنید که انشعاباتی داره. چطور درخت داره شاخه های مختلف هستش؟ رودخانه ما هم شاخه های مختلفی داره که مجموعاً بهش میگن شبکه زهکشی. شبکه زهکشی بچه کارش جمع آوری آب، تخلیه آب و در واقع آب حاضر از بارش رو در نقطه خروجی خارج میکنه. اینجا نقشه توپوگرافی، خاطرتون میاد که توی سالهای گذشته نقشه توپوگرافی رو داشتیم بچه ها و دقیقا وقتی که میخواییم حوزه رود رو مشخص کنیم اصلا شکلشو، ما میاییم بچه روی نقشه توپوگرافی در واقع منحنی های میزان اصلی رو گیر میاریم،
اونایی که حالت هفته بچه ها مسیر رودخانه رو داره نشون میده، بلندترین نقاط به همدیگه وصل میکنیم و شکل حوزه ما به دست میاد. ولی باید خیلی دقت کنیم که وقتی داریم بچه ها در واقع روی نقشه ما اینا رو جدا میکنیم، شاخه از رودخانه بغلی اشتباهاً وارد این رودخانه ما نشه، یعنی یه و اینجا شکل حوزه ما در میادش. نگاه کنید این آبراهی اصلی، تمام شاخه های فرعی بچه باید وارد آبراهی اصلی بشن و از آبراهی اصلی حالا وارد سد یا دریا یا هر جای دیگه میخوان بشن. اما اینجا هم باز بچه یک در واقع حوزه آبخیز رو داریم به خدمت شما نشون میدیم، نگاه کنید شبیه شاخه های درخت میمونه. خب اما بچه ها هر قدر حوزه آبخیز ما وسیع تر باشه آبدهیش بیشتر هست. شکل حوزه، شیب حوزه، انشعابات حوزه بچه رابطه مستقیمی با سیرخیزی رود ما داره. من در رودخانه ای رو در طالقان روش کار میکردم بچه ها که 292 تا شاخه داشتش و یک حوزه بسیار بزرگی در اینجا بودش و بارها شاهدش بودیم که از ارتفاعی که حوزه داره بچه ها شاخه ها دارن شروع به آبگیری میکنن، مهمه از ارتفاع 4000 متر شروع شده بود و بارها و بارها ما اون روسا رو شاهدش بودیم که سیل اتفاق افتاده بود، چون در پایانش میخواست وارد سد طالقان بشه. پس شکل حوزه بچه های گل من، شیب حوزه، تعداد انشعابات رابطه مستقیمی با سیلخیزی داره و حوزه های آبخیز ما سه تا شکل دارن بچه، شکل کشیده، شکل پهن و شکل در واقع باد بزنی یا دایره‌ای شکل هست که ما به این فیزیوگرافی حوزه میگیم. باد بزنی همون دایره‌ای هستش بچه، و در هر قرش شکل حوزه آبخیز ما یادتون باشه گرتر باشه، شیبش بیشتر باشه، این حوزه سیلخیزتره و هر چقدر بچه ها حوزه ما درازتر کشیده تر باشه سیلخیزیش کمتره. دلیلش داره، دلیل چیه؟ حوزه های گرد بچه مدت زمانی کمتری طول میکشه تا آب از شاخه ها وارد آبراهه اصلی باشه بشه و تازه بچه این طول شاخه ها تقریبا هم اندازه هستن، این سرشاخه ها همه طولشون تقریباً به یک اندازه هستش و همه از نقطه تمرکز شروع تا نقطه پایانشون همزمان به نقطه خروجی میرسن و باعث سرریز و وقوع سیل میشن. ما زمانمون تموم شد. خب بچه های گل من تا اینجا مطلب رو داشته باشی، یه فعالیتی صفحه 92 داریم با هم حل میکنیم و انشالله بحث رو تموم میکنیم. تا جلسه آینده همه شما بچه های عزیزم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون. سپاس از شما.